سلام میکنم به همه دوستانی که در اینجا حضور دارم و تشکر میکنم از دوستانم شهزاده سمرقندی و مهدی جامی که این برنامه رو تشکیل دادن و من تونستم حضور پیدا کنم در انجمن ادبی شهرهای سمرقند. و برای اولین بار هستش که بعد از 1 سال و 6 ماه از رفتن سهراب از میون ما میگذره و اولین بار هستش که من در یک جمعی حضور پیدا کردم. ترجیح میدم به جای صحبت کردن به جزئیات مسئله یاد سهراب و با شعرهایی که از اون میخوام بخونم گرامی بداریم و از اون صحبت بشه با کارهاش. و اینو بگم که سهراب حدود 30 و چند سال در سوئد زندگی کرد و بعد از اینکه سرباز جنگ بود از ایران گریخت و آمد و مقیم سوئد شد. در اونجا بعد از سالها کار و فعالیت در ادبیات، ترجمه و همه کارهایی که به فرهنگ و ادبیات سوئد و ایران مربوط میشد تونستش کارهای بسیار با ارزشی انجام بده و من خودم رو در ترجمه از زبان سوئدی به فارسی واقعا شاگرد اون میدونم و امروز ازش تشکر میکنم. وقتی که این اتفاق افتاد من هم مثل همه کسایی که همچین حادثه‌ای براشون پیش آمده به همه راه‌هایی که از این سو عبور کنم فکر کردم، تلاش کردم، اما مهمترین و بهترین چیزی که به من کمک کرد بعد از 9 ماه واقعا الهامی بود که از طرف خود سهراب به من داده شد. من شروع کردم آخرین کتابی که سهراب به سوئدی منتشر کرده بود و شعرهایی بودش که شعرها و خاطراتی بودش که در زمانی که سرباز جنگ بوده در ایران اونها رو نوشته بود، اونها رو از سوئدی به فارسی ترجمه کردم به خاطر اینکه همیشه آرزو داشت این کتاب روزی به فارسی ترجمه بشه. در انتخاب شعرها من سعی کردم شعرهای بیشتر انتخاب کنم که جنبه های شخصی خاطراتش و اونهایی که منحصر به فرد بود به عنوان سربازی که در جنگ حضور داشته و یک شاعر بوده. از جمله اینکه میخوام بگم که سهراب در جنگ به عنوان گروهبان بهداری در جبهه حضور داشته و در خط مقدم حتی و در اونجا یکی از کارهایی که سهراب داوطلبانه خودش موندهش بود و خیلی زیبا هستش این بوده که سهراب همزمان با اینکه تفنگ به شونش بوده یک کوله پشتی پر از کتاب و رمان‌هایی که اون زمان مرسوم بود، رمان‌های روسی، رمان‌های فارسی، رمان‌های فرانسوی و همینطور کتاب شعر از جمله تعریف می‌کردش که کتاب شعر سهراب سپهری یکی از پرطرفدارترین کتاب ها تو جبهه بوده و سهراب سنگر به سنگر می‌رفته و این کتاب ها رو به سربازها چون برحال حتی در جنگ هم تمام مدت سربازها در حال جنگ بودن نیستن، در حال نامه نوشتن، صحبت با هم، از خاطرات گفتن، غذا درست کردن و این خاطره خیلی زیبایی بود که وقتی سهراب برای من تعریف کرد و اسم این کتاب در سوئدی هست کتابدار جنگ و اون همزمان با این که زخم دوستانش رو میبسته، داروهاشون رو بهشون میداده و سنگر به سنگر میرفته کتاب‌هایی هم که داشته، دفتری یاد داشتی، این کتاب اینجوری نوشته شد که دفترچه خاطرات سهراب در جبهه در ایران پیدا شد در زیرزمین خونه پدری و ما کاهش کردیم بفرستن. این دفترچه ها خیلی جالب بود همزمان با اینکه خاطرات بسیار دردناکی از صحنه‌های زیر بمباران بودن، از حتی از زمانی که اینا تو جزیره مجنون بودن و همه دوستانی که از دست رفتن، در حاشیه اینها کتاب‌هایی که به سربازها قرض داده شده بود، اسم نام این کتاب‌ها، در صفحات دیگه شماره‌های تلفنی که این سربازها می‌خواستن بعد از اینکه بیرون آمدن یا در تعطیلات هستن با هم تماس بگیرن. به قدر این دفترچه خاطرات شگفت انگیز بود که این دفترچه خاطرات به سوئدی ترجمه شد و با این حواشی و بسیاری از این چیزهایی که دفتر بود همونطور چاپ و منتشر شد. من شعرهایی رو از این کتاب براتون میخونم به یاد سهراب که چقدر جاش خالی هست. به عنوان نزدیکترین و عزیزترین کس من در زندگی و کسی که برای ادبیات سوئد و معرفی اون به خوانندگان فارسی خیلی زحمت کشید،
و همینطور شعرهایی که از شاعران ایرانی به زبان سوئدی ترجمه کرد. سهراب عضو پن، عضو کانون نویسندگان سوئد و عضو کانون مترجمین سوئد بود و تمام تلاشش و زندگیش ارائه یک تصویر روز از ادبیات فارسی به خوانندگان سوئدی و ساختن پلی بین دو فرهنگ بود. اولین شعری که براتون میخونم اسمش از دفاع غیر نظامی. گلوله ها به پرواز در آمدند، شلیک به سمت کمین سنگرها. شب بود و ما پیش می رفتیم از میان گودال و انفجار بمب ها. دوربین های مادون قرمز در دستمان بالای سر، روشنایی منورهای پرتاب شده، اجساد روی دست و بازوهای من آواز می خواندند، خون آنها روی لباس و کفش های من می چکید. که یک باره تلفن چی فریاد زد: سهراب، گروهبان می خواهد برای چند شعر تازه بخواند. ماجرایی که سهراب توی سنگر و توی زمانهایی که فراغت داشتن هم یک گروهبان دیگه که اونم شاعر بوده در این فرصت اینها شعرهاشون رو با هم رد و بدل میکردن و درست اینها در همچین لحظه‌ای اون صدا کرده بود که شعر تازه‌ای که نوشته برای سهراب بخونه و اونها در یک وضعیت خیلی خاصی بودن. این شعر به اون لحظه رد داره. زخمی که روی تنم دارم میبندم، خون روی دست و موهایم جاریست. غروب در افق بیابان چه بی انتهاست، قوطی های خالی کنسرو جعبه های غذا را پرت می کنم، کمربند پاره و فرسودم را پرتاب می کنم، فلاسک آب پر شده از خاک. چقدر طول می کشد تا از همین راه دوباره به خانه برگردم؟ از هر سو می پیچم، به هر جهت می روم، در آسمان صدای شعله های آتش و رگبار گلوله هاست. رفیقانم عابدی، مومنی و ایران پور را خاک کرده ام. تنها روی این تپه ها سوگواری کردم. هرچه داشتم از دست دادم و سخت بیمارم. حتی ملافه نداشتم تا به دورتان بپیچم. لای همین پتوی کهنه سربازی باقی بمانید. دوباره خاک را پس میزنم. دست هایتان چه سرد است. بیدار ما نکنید، ما همینجا میمانیم. به همه آشنایان و دوستان سلام برسانید. تلگرافی بفرستید برای مادر و پدرم و بگویید آنها را میبوسم. آنها را میبوسم میان بادی که در این صحرای دور و بی انتها میچرخد. اسم این شعر کوشک بود. شعرهایی که توی این کتاب هست هر کدوم نام یکی از مناطقی که عملیات در اون برگزار میشده هستش. مثلا شعری هست به اسم کوشک، شعری هست به اسم حمیدیه و خود اینها رو از اون دفترچه خاطرات در واقع سهراب تنظیم کرد. یکی از اتفاقات دیگه‌ای که افتاد وقتی که سهراب شروع کرد به ترجمه این کتاب سوئدی و جمع‌آوری خاطرات، بعضی از مطالب و عکس‌ها رو پیدا کرد و روی فیسبوک گذاشت. اتفاق جالبی افتاد که بعضی از همسنگری‌ها و سربازان که با سهراب اونجا بودن اون رو پیدا کردن و خیلی داستان عجیبی بود. هر کدومشون دیگه مردهای 50 چند ساله بودن و به خاطر این عکسی که سهراب روی جلد کتاب سوئدی اون عکس منتشر شده، سهراب روی یک جیپ روباز نشسته و با دوستانش در اون هستن. چند تا از افرادی که توی اون جیپ بودن
از طریق این عکس فیسبوک و نام اون مناطقی که عملیات و سهراب نوشته بود اینها دوباره نام پیدا کردن. آدم های یکیشون استاد دانشگاه بود، یکیشون کارمند اداری شده بود، یکیشون وضعیتی داشت خیلی بد، مثلا معلوم جنگی بود و شرایط بدنی خیلی سختی داشت، اما یکی از اونها کسی بودش که دچار یک روان‌پریشی خیلی سخت شده بود در بمباران شیمیایی و صدمه‌هایی که دیده بود. و سهراب در دفترچه خاطراتش و اول این کتاب در مقدمه نقل می‌کنه که من متأسفانه وقتی دشمن حمله کرد هممون به یک چیز فکر می‌کردیم، به فرار کردن، و دوست صمیمیمو گذاشتم و گریختم. این دوست همون کسی بودش که در واقع بعد سالها دوباره سهراب در فیسبوک پیدا کرد و نامش اسماعیل بود که بهش میگفتن اسی، و سهراب شعری برای این نوشت. وضعیت خیلی سختی داشت و خاطرات بریده بریده به یاد می آورد و با یک روانپریشی زبانی با سهراب اینها وارد گفتگوهایی شدن و سهراب این شعرهایی که نوشته بود اون موقع و بعدشون کار کرده بود برای این میخوند. خیلی رابطه عجیبی بود. این آخرین شعری که براتون میخونم سهراب برای این شخص نوشته. در این شعر سهراب سعی کرده که اون حالت زبانی و پریشانی که در استی هست با نوع استفاده از کلمات و موسیقی که به این شعر داده بتونه اونو تداعی کنه، و چون این شعر به همین شخص تقدیم شده. شعری برای اسی. وقتی خون بر زمین میریزد وطن درونم خون میریزد، وقتی خون پرنده میریزد خون میریزد درونم وطن، وقتی پرنده شیمیایی میشود پرنده وطن را خونین می کند، در من وطنم خون می ریزد و خون پرنده بر زمین وطن می ریزد. زمینی که می خواست پرواز کند خون ریخت و باقی ماند. ترکش های سرخ وطنم را از هم پاشید، سربازی که من بودم پرندهی که بر زمین شیمیایی دیوانه شد. گفتند ابله بمان، من ابله بودم. از سرزمینم خون می‌ریزد و من در گودال‌ها دست و پا می‌زنم. آیا می‌شود آدمی پرواز کند؟ پای کوبان روی زمین بخواند و باز به رقص درآید؟ پیش از آن که آدمی پیر شود و موهایش یک بار خاکستری، پرنده، وطن، خون. زمینی که روی آن هزار سال آوارگی کشیدم، آن دیوانه بودم، سرباز وطن بودم من. ویران وطن وحشیانه، زمینی که مرا نمیخواست مرا کشت، اما من که دیوانه بودم نمیتوانستم بمیرم. وطن چرا هنوز میان عکس روزهای جنگ به دنبال خویش میگردم؟ در عکس ماشین جیپی که من و تو سوار آن هستیم شاعر بودم من، شاعرم هنوز، هیچ چیز دیگری ندارم. وطن سرزمینی که در من خونریزی می کند، پرنده، شعرها اوج می گیرند، شبهایی که گریه می کند وطن، خون من تنها در این شبها می ریزد ریخته است. سرزمینم در اعماق فراموشی در جستجوی خاطرات است وطن. تنها همین کلمه ها برای من مانده است، برادر زمین. به من آب بده، آزادم، ولی بالهایم شکسته وطن. آزادی، آزادی، فریاد زدم وطن. شب نعره زد میان خاموشی. وطن پرنده مانند شب است، پیر و جوان من دیگر همه اینجایند. من یک سرباز در هم شکستم، عروسکی بی ارزشم من، یک عطرسکم وطن. اگر روزی گذارت به این طرف افتاد قرص های مسکن را یادت نرود وطن.
دیگر از گریه کردن هم دست کشیدم. مجروحم وطن. من میروم، تو میروی، هر دو به راه من وطن. من ساکت میمانم، خاموشم و در سکوت خونم تا لحظه مرگ میریزد. ای وطن. خیلی ممنون.